رئیس استخبارات حکومت سرپرست تایید کرده است که همه کارمندان پیشین ریاست عمومی امنیت ملی کشور برکنار و نیروهای تازه جایگزین آنها شدند. عبدالحق وثیق افزوده است که این نهاد به گونه کامل از اشخاص نامطلوب حکومت پیشین تصفیه شده است. نورسه فت به جزئیات این خبر پرداخته است. تعیینات تازه در ریاست عمومی امنیت ملی کشور. عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت سرپرست افغانستان در همایش در کابل گفته است که همه کارمندان پیشین امنیت ملی کشور برکنار و نیروهای تازه جایگزین آنها شدند. آقای وثیق افزوده است که این نهاد به گونه کامل از اشخاص نامطلوب نظامی های پیشین تصفیه شده و کادرهای تازه از جامعه اسلامی گماشته شده است. دستگیری خودسرانه افراد، آدم ربایی، آزار و اذیت، شکنجه، ترور مردم، جاسوسی از مردم خود برای بیگانگان، زمینه سازی برای قتل عام مردم خود، ایجاد رعب و وحشت در مردم و اجبار مردم به پذیرش نظام ها از وظایف اداره استخبارات بود. مطمئن هستم که از دست دادن کادرهای مسلکی چه در استخبارات، در پلیس و در قوای دفاعی یا نیروهای دفاعی کشور، این خودش یک ضربه، یک زیان و یک بحران را به میان میاره و ضربه به از آدرس خود طالبان وارد می شود. او افزوده است که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی تغییرات مثبت در این نهاد به میان آمده است. امارت اسلامی افغانستان در قبال کارمندان پیشین استخبارات که از وظایفشان برکنار شده است، مسئولیت و مکلفیت دارد تا در دیگر بخشا از آنها استحصال خدمت بکنند. در همین حال سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در برنامه ستایش از نیروهای امنیتی گفته است که شمار نیروهای پلیس در این وزارت به 230 هزار تن افزایش یافته است.